شما نه که نسل سوخته نباشید، بلکه نسل ساخته باشید. من خیلی در این دوره بودم. شوهرم نداره، تک و تنها در مشکلات از 100,000 مطلبی که بهش ایمان داری یه دونه عمل نمی کنی. محبت خداست، محبت با وجوده. با سلام خدمت یکایک شما عزیزان و مهربانان، خدا رو شکر میکنم برای این فرصت جدیدی که خداوند عطا کرد تا بتونیم در خدمت شما عزیزان باشیم، خصوصا در ارتباط با یک مطلبی که به عنوان نسل سوخته در فضای مجازی مطرح شده و هر کسی به طوری روی این داره کار میکنه. و این مطلب نسل سوخته در واقع داره اثر خودش رو یواش یواش میگذاره. یعنی وقتی که انسان خودش رو سوخته و بازنده و شکست خورده میبینه، حتی 1% از انرژیش فعال نخواهد شد. من واقعا نمیدونم چه کسی با چه زرنگی، با چه طراحی، با چه مهندسی و با چه هدف و انگیزه ای این کلمه ما نسل سوخته هستیم رو برای اولین بار مطرح کرده و وارد رسانه ها کرده، وارد فضای مجازی کرده و عرض می کنم داره اثر خودش رو میگذاره. بنابراین در این دوره، در این چند درسی که با هم داریم، من اتفاقا میخوام از نسل سوخته رو به عنوان یک مدرک جعلی و دستکاری شده و مهندسی شده با شما در میون بگذارم و دقیقا برعکس این با هم دیگه صحبت کنیم، مخصوصا با نسلی که باور کردن. اگر شخص شما هستید، اگر میگویید من سوختم، از من چیزی باقی نمونده، اینم مدرکش، اینم شرایطش، لطفا دقت کنید، به این مطالب دقت کنید. میخوام شما رو ببرم به زندگی یک آقایی که 27 سال با یک مدرک جعلی اشک ریخت، بدبختی کشید، بیچارگی کشید، دردمندی کشید، از آخرم فهمید که آقا همه اینا مدرک جعلی و قلابی بوده. امیدوارم که با این درس با من همراه باشید تا بتونم این رو در این فرصت برای شما باز بکنم. میرم به کتاب پیدایش فصل 37. اگر دارید باز کنید کتاب پیدایش فصل 37. وارد زندگی آقایی میشیم به اسم یعقوب. میدونید که ما شعری داریم در ایران که معروف دیگه، عرفامون، علمامون، شعرامون، ادبامون و حتی جوانانمون، مذهبی، غیر مذهبی، لامذهبی، همه با این شعر عادت دارن. کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور، یوسف گمگشته باز آید به کنعان، غم مخور. یک امید برای یک کسی که مدرک جعلی مرگ فرزندش رو پذیرفته به او داده میشه و میگن که غم مخور، قصه نخور. و آقای یعقوب در فصل 37 میگه که پسرانش و یک پسر کوچکترینش به اسم یوسف رویایی میبینه و این یوسف رویاش رویای بسیار مبارکی است، ولی برادران با او حسادت میکنه. داستانشو همه میدونیم. میبرنش بیرون شهر، در بیرون شهر توی یک چای میندازن، پیرهنشو در میارن و این پیرهن رو پاره پاره میکنن، به خون یک بزی آغشته میکنن و بعد پیرهن رو میارن خونه و میدن به آقای یعقوب، به پدرشون، و میگن که آقا جون پسرتون یوسف گرگ خوردش، مرد، تموم شد، رفت. اینم مدرکش، پیرهن خونی یوسف
یک مدرکی میشه برای مرگ یوسف. و در این قسمت استدعا میکنم دقت کنید. یوسف 17 ساله بود که پیرهنش رو در آوردن، آغشته به خون کردن و دادن به پدرش. کلام خدا در فصل 41 پیدایش آیه 46 میگه که یوسف 30 ساله بود که رسید پیش فرعون، یعنی 13 سال. و بعد در فصل 41 آیه 53 میگه 7 سال سالهای نیکویی بود، سالهای رفاه بود. و بعد در آیه 54 ادامه میده و میگه که 7 سالم سالهای قحطی بود. دو تا 7 سال میشه 14 سال. 14 سال با 13 سالی که ایشون نزد فرعون رفت میشه 27 سال. آقای یعقوب، دقت کنید، آقای یعقوب با یک پیرهن پاره خونی یوسف، با یک مدرک جعلی 27 سال داره اشک میریزه. 27 سال رفته توی کلبه احزان. آقا صبح گریه، زور گریه، شب گریه، نصف شب گریه، فردا صبح گریه. من فکر میکنم یعقوب با این مدرک جعلی مرگ پسرش یوسف 13 بارم از این کلبه احزان بیرون نیومده. کلام خدا میگه که ردای یوسف را برادران گرفتند، در خون بز نری داخل کردند و او را آغشته به خون کردند و ردا را به نزد پدر فرستاده، گفتند ما این را یافتیم، بیا تشخیص بده آیا این پسر تو نیست؟ یعقوب نگاه کرده گفت ردا ردای پسر من است و یقینا جانور او را خورده است و یقینا یوسف من دریده شده است. و یعقوب رخت خود را پاره کرد و پلاس در بر کرد، روزهای بسیار برای پسرش ماتم گرفت، سوگواری کرد و گفت سوگوار و بدبخت و با اشک از این دنیا میمیرم و پسرم رو دیگه نخواهم دید. دقت کنید به این فاجعه ای که این پسران برای آقای یعقوب، برای پدرشون به وجود آوردن. صحنه رو خوب دقت کنید. هر روز صبح پسران میان رد میشن، بعد میبینن پدر داره گریه میکنه، یک نفر بر نمیگرده بگه بابا جون این دروغه، این مدرک جعلیه، درسته که پیرن پسرته ولی خون پسرت نیست. بابا جون ما به تو خیانت کردیم، ما به تو دروغ گفتیم، بابا جون ما حسادت کردیم، پدر من ما خیانت کردیم به برادرمون، به شخص تو، و واقعیت چیز دیگری است. این رو هیچ وقت بهش نگفته. چه قساوتی. 27 سال برادر و خواهرم، 27 سال زجه، گریه در کلبه احزان، به بدبختی، به بیچارگی، به ناراحتی داره زندگی میکنه، یک نفر به او حقیقت رو نمیگه. و میخوام به شما بگم شرایطی که دنیای ما امروز داره شرایط بسیار پیچیده است و باید یاد بگیرید چطور در این شرایط پیچیده، در این جاده های مینگذاری شده، در این برنامه های تلویزیونی، تبلیغاتی، اینور اونور، سیاسی، غیر سیاسی، حتی فرهنگی، حتی هنر، همه چیز ماشاءالله، همه چیز مینگذاری شده و همه جا یه مدرک جعلی گذاشته شده و با این مدرک جعلی داره یک هویت شکست خورده، یک هویت از صحنه بیرون رفته، یک هویت مردود، یک هویت به آخر رسیده رو اشاعه میده. چرا نمیدونم، هدف چی هست نمیدونیم، ولی میدونیم که داره این کار رو میکنه، داره این رو اشاعه میده برادر و خواهر عزیزم، و این داره عمل میکنه. و اگر دیگه کسی دیدید دیگه رو اسب
شکست خورده کسی شرط بندی نمی کنه. داره از صحنه بیرون میبره. بیایید با هم دیگه دست به دست هم بدیم، یک تکانی به خودمون بدیم و فکر بکنیم و بگوییم نه، من این مدرک جعلی بدبختی هایم را، من این مدرک جعلی بیچارگی هایم را، این چیزی که به حلقومم دادن و دارم با تلویزیون، با اخبار، با برنامه، با مسائل به خوردم میدن که تو به جایی نمیرسی، که تو نسل سوخته هستی، که تو نسل از صحنه بیرون انداخته هستی رو نمیپذیرم، من رو باطل اعلام میکنم. میخوام به شما بگم برادر و خواهر عزیزم، مدرک شکست های شما باطله، جعلی است. مدرک به جایی نمیرسم های من و شما جعلی است. مدرک تو چیزی نمیشی جعلی است. این صحبت هایی که گفته میشه ایرانی، دو تا ایرانی با هم نمیتونن با هم جمع بشن، این حساب شده گفته شده. و وقتی شما این رو میپذیری چنان که یعقوب پذیرفت، وارد کلبه احزان میشی. مدرک این که مرد ایرانی اینطوره، زن ایرانی اینطوره، ما ایرانی ها اینطوریم، اینا همش جعلی است، اینا همش حساب شده است، اینا همش مهندسی شده است. این گفته ها ساده نیست، طرحی است، برنامه است. و اگر تو بیستی در کلبه احزان و اشک بریزی، به حال ملتت، به حال شرایطت، به حال موقعیتت به عنوان یک جوان ایرانی، مطمئن باش یک نفر حقیقت رو به تو نمیگه، چنان که بچه های یعقوب به او نگفتن. تلویزیون رو باز میکنه، پیرهن خونی یوسف رؤیاهای من، نگاه این تلویزیون، این برنامه تلویزیون، میری تو خیابون نگاه میکنی، این اخلاق، این اعصاب، این شرایط، مدرک دیگه، دروغ که نیست، مدرک. میری توی اداره، آقا این کاغذبازی، آقا این زیرمیزی، آقا این روابط، آقا این پارتیبازی، این مدرک بدبختی نیست؟ میری تو دانشگاه، میری تو اون برنامه دیگه، میری تو استخدامی، میری خارج به مهاجرت کنی، برمیگردی، همه جا عزیز، همه جا یه پیرهن خونه یوسف رؤیاهای تو رو آویزون کردند و شما رو در دنیا رو کردن کلبه احزان. اونه که داخل کلبه احزان، اونه که مهاجرت میکنه کلبه احزان، باور کنید کلبه احزان، اونی که تو کنسرت کلبه احزان، اونی که تو مذهب اونم کلبه احزان، و الان خدا وکیلی اونی که تو سیاست هم هست اونم تو کلبه احزان. چرا؟ چون پذیرفتیم که ما نسل سوخته هستیم. یک مدرک تا زمانی اعتبار داره که ما اون رو بپذیریم. آقای یعقوب بعد از 27 سال که خبر زنده بودن پسرش رو بهش دادن، همون پیرهن خونی رو بود، ولی دیگه غمی نبود. چرا؟ چون که دیگه نمیپذیرفت، چون زنده رو دیده بود، مرده رو، مدرک مرگ رو دیگه نمیپذیرفت. و یک مدرک وقتی که پذیرفته نشد، مطمئنن این مدرک باطل میشه. یک مدرک زمانی که در واقع تأیید نشد، کسی اون رو نپذیرفت، مطمئنن این مدرک نمیتونه ما رو آزار بده. اجازه بدید یه چند لحظه بریم و برگردیم، باز با هم دیگه باشیم.
خب خدا رو شکر برگشتیم و ادامه میدیم به این درس. داریم صحبت میکنیم در مورد مدرک جعلی نسل سوخته بودن. اگر خوب دقت بکنید عده زیادی میبینید که با مدرک جعلی مقام ها میگیرن، دکترا میگیرن، مهندسی میگیرن، شغل میگیرن و حتی با مدرک جعلی و مدارک جعلی خودشون رو به مقام ها میرسونن، به جاها میرسونن. ولی جالبه که ما با مدرک جعلی بدبختی و بیچارگی ها رو به خودمون نسبت دادیم. کمی تفکر کنید در مورد زندگی یعقوب. 27 سال یک مدرک جعلی رو پذیرفته و دائما هم بلغور میکنه. امروز دقیقا من و شما همین یعقوبیم. فیسبوک میریم، ما نسل سوخته ایم. جوک میاد، ما نسل سوخته ایم. شعر میاد، ما نسل سوخته ایم. فرهنگ میاد، نسل سوخته ایم. فیلم نگاه میکنیم، ما نسل سوخته ایم. سیاست میشه، ما نسل سوخته ایم. اصلا همه چیز فضا اینه. اما اگر شما این مدرک رو باطل اعلام کردید، من مطمئن هستم خداوند به طرز مخصوص مدرک هویت واقعی شما رو به شما نشان خواهد داد. بیایید با هم دیگه با صدای بلند توی اعماق درونمون بگیم بله خداوندا، مدرک بدبختی های من جعلی است. مدرک من به جایی نمیرسم جعلی است. مدرک شکست خانواده من جعلی است. مدرکی که برای جوان ایرانی آینده‌ای وجود ندارد جعلی است و اینها حساب شده است و من نمیپذیرم و این رو از خودم دور میکنم. وقتی از خودت دور کردی، چنان که یعقوب بعد از 27 سال خبر زنده بودن یوسف پسرش رو شنید، کلام خدا میگوید این مدرک رو و این کلبه احزان رو کنار گذاشت و بلند شد و سوار عرابه شد و به طرف پسرش یوسف رفت. برخلاف داستانی که میگن یوسف به کلبه احزان برمیگرده که هیچ وقت برنگشت، بعد 27 سال این یعقوب بود که بلند شد رفت به مصر، به سرزمین جوشن رفت و اونجا در اون رشدی که یوسف کرده بود در اون زندگی کرد. میخوام به شما بگم بیاید زندگی یوسف رو نگاه کنیم. ما تا حالا راجع به یعقوب صحبت کردیم. یوسف نماینده رؤیای خدا بر زندگی شماست. یوسف نماینده طرح خدا، اراده خدا، نقشه خدا برای ایران و ایرانی است. و این یوسف رؤیای تو یک مراحل رو داره طی میکنه، یک پروسه ای رو داره طی میکنه. این نسل که بهش میگن نسل سوخته، بنده امروز اسمشو اعلام میکنم، ما نسل سوخته نیستیم، ما نسل ساخته هستیم. یوسف رؤیاهای تو در این کوره راههایی که رفت سوخته نشد، ساخته شد و تو هم ساخته شدی. اتفاقا برعکس، تو ساخته شدی، تو در زیر این چکش ها، در زیر این کوره ها، در زیر این مشکلات ساخته شدی. بله آقای یوسف رؤیای من و تو توی چاه میره، تو حسادت هم برادر و خواهرانش، حالا خواهر که نه، برادرانش قرار میگیره، از اونجا در میاد سربلند، بدون که لعنت کنه، بدون که نفرین کنه، بدون که شمشیر بکشه، بدون که برادران رو نابود کنه، میره به غلامی، میره به اسارت، از اسارت میره به خانه فوتیفار. ایرانی‌ها دوست دارن بگن زلیخا، خانم زلیخا، بگیم زلیخا هر چی. میره زیر دست چنین یک وسوسه‌ای، از اونجا سربلند در میاد، میره تو زندان، توی زندان سربلند و با افتخار، با شرف میسته و بعد از 27 سال میبینیم که همین آقای یوسف در جایگاهی استاده که کلام خدا میگه در میان قحطی، جایی که درها بسته بود، زمینها خشک بود، گاو، گوسفند، همه چیز خراب بود،
کلام خدا میگه و یوسف، آمین، هللویا، و یوسف در زمان خشکسالی در سیلوهای گندم رو بروی مردم باز کرد. این رؤیای خداست برای نسلی که اسمشو گذاشتن سوخته و ما میگیم ساخته، نسلی که در قحطسالی محبت و انسانیت درهای سیلوی گندم رو باز کنه. آمین. برادر عزیزم، خواهر عزیزم، جوان عزیزم، دوست عزیزم، بلند شو. از امروز در پای فیسبوکت اگر میخوای پیامی بدی با اون پیامهایی که میگه نسل سوخته‌ای، ناامیدی، چنینی، چنانی، اینا همه رو پاکش کن، حذفش کن و پیام جدید بیار. باب 3 آیه 3 کتاب خروج، کلام خدا میگه موسی زندگیش از اونجایی شروع شد که یک بوته رو دید که مشتعل بود و این بوته هرگز خاکستر نمیشد. مشتعل بود، میسوخت، اما خاکستر نمیشد. برید بخونید کتاب خروج فصل 3 آیه 3. و از اونجا که آقای موسی فهمید میشه بسوزی و خاکستر نشی بلکه ساخته بشی، اینجا بود که زندگی موسی تغییر پیدا کرد. دعا میکنم برای ایران و ایرانی که آن بوته مشتعل رو در زندگیش ببینه که میسوزه در این کوره راه ها اما خاکستر نمیشه. برادر و خواهرم، یک آبی به سر صورتت بزن، بلند شو، این گرد غم و غصه و اینها رو از خودت دور کن، بلند شو، آرایش کن، بله، بلند شو و به سر وضعت برس، بلند شو، آبی بزن، آبی خنک و بیست و بگو این کلبه احزان در شأن من، در شخصیت من، در هویت من و در اراده خدا برای من نیست. میبرم شما رو به زندگی برادر عزیزمون آقای پولس. پولس خیلی بر بیچارگی و دردمندی کشید. دوم قرنتیان باب 6 پولس میگه میدونید مدرک این دنیا داره به من میگه تو گمراهی، اما مدرک الهی و آسمانی میگه تو راستگویی. فصل 6 میخوانم برای شما از آیه 8. مدرک این دنیا به من میگوید مجهولی، اما مدرک الهی و آسمانی به من میگوید معروفی. مدرک جعلی این دنیا به من میگوید که در حالت مرگ هستی، اما وعده خدا، مدرک واقعی میگوید اینک زنده هستی. مدرک جعلی این دنیا میگه تو سیاست کرده شدی، به تو پدرتو در آوردن، سیاست بیچارت کرده، اما مدرک الهی و آسمانی میگه مقتول نیستی. مدرک جعلی این دنیا میگه تو محزونی، تو غمگینی، تو نسل غمزدهی، اما مدرک خدا میگه دائما شادمانی. مدرک دنیا میگه فقیر، مدرک الهی و آسمانی میگه این نسل بسیاری را دولتمند خواهد ساخت. آمین. این نگاهیه که خدا از آسمان به ایران و ایرانی دارد، به اون نسل مهاجر دارد، به اون نسل آواره دارد، به اون نسل بی خانمان شده از لحاظ این دنیا دارد. این اون نگاه خداست. بذار دنیا چی میخواد بگه. مدرک واقعی میگوید یوسف تو زنده است، یوسف تو با شرف، با سربلندی از خانه فوتیفار، از وسوسه های جنسی زن فوتیفار زنده و سالم بیرون اومد، از زندان ها زنده و سالم بیرون اومد، از چاه ها، از چاله ها زنده و سالم بیرون اومد. هللویا. امروز دعوتت میکنم خواهرم، برادرم، مدرک بدبختی هات رو، شکست هات رو، همه رو بریز بیرون. آها و خطها و گریه ها و خطبه ها و نوحه ها و شعرهای غمگین و ترانه های چنین و چنان و آی ما سوخته ایم، آی ما فلانیم، همه رو برد و بذار کنار و بگو نه،
نمیپذیرم. نمیپذیرم. درست مثل آن شخصی که استاده روی تشک کشتیگیر زمین خورده یا بکسور زمین خورده دستشو میکوبه به کف تشک و بلند میشه و دعوتت میکنه. دعوتت میکنم برادرم، خواهرم، دستتو بزن به تشک زندگی و بلند شو. کلام خدا میگه بعد از 13 سال یوسف به نزد فرعون رسید و نفر دوم مصر شد. فرعون خوابی دید که توش موند، نمیتونست این رو تعبیر کنه. خبر رسید که در زندان پسر جوانی هست که میتواند حقایق را تشخیص بدهد. هللویا. پسر جوانی هست که میتواند حقایق را تشخیص بدهد. دختر جوانی هست که خدا به او مکاشفه میدهد، حقیقت ها را باز میکند. و اینجاست که خدا داره روی این نسل حساب میکنه. این نسل در یک جایگاه خاصی ایستاده. بذارید به شما بگم چرا این نسل اینقدر مورد تعرض و مورد تهاجم و مورد نفرت قرار گرفته. چون این نسل، نه فقط ایرانی ها، در همه دنیا، این نسل نسلی است که از دروازه عقاید گذشته داره وارد عقاید و دیدگاه ها و روش های در واقع تکنولوژی امروز میشه. این 1000 است که داره عوض میشه، نه فقط 100 و نه فقط یک تاریخ، بلکه یک هویت داره عوض میشه. هویت دنیایی که زیر باران، حالا بگیم سیلاب ایدئولوژی ها و مذهب ها و دیدگاه ها و اینجور چیزا بوده، الان داره میاد میره به در واقع عصر ربات برسه، به عصر تکنولوژی و غیره و تبدیل بشه. و اینجاست که خدا روی این نسل یک کار خاصی داره میکنه، طرح خاصی داره. و این طرح رو فرعون نمیفهمه با تمام اقتدارش. این طرح هم منجمان اون زمان، افراد دانشمند هم نمیفهمن. این طرح رو مرد و زنی میفهمد که در حضور خدا مدرک باطل جعلی من سوختم رو کنار میگذاره و خودش رو میپذیره، مثل یوسف جلو میره و در سیلوهای گندم رو به روی نسل خودش و دیگران باز میکنه. دعا میکنم قوت خدا، سلامتی خدا با تک تک شما باشد. آمین.